خب دیگه مامان جان، تا کسی نیومده باید برین، زود باش. فقط دخترم، از جدیت تو محل کار خیلی خوشم اومد. اجازه هست؟ آهای عظیم خانم، ببخشید، خیلی معذرت میخوام، در اتاق باز بود، فکر کردم جلساتون تموم شده. آقا مراد همین الان اومدن شما رو ببینن. واقعا؟ این خانم محترم کیه؟ حیات خانم؟ خب من مادر بزرگ مراد هستم، عظیم سارسیلماس. شما که هستی؟ منم مادر از بهترین مشتریای ما هستن امین خانم. خیلی خوشوقتم خانم. منم خیلی خوشوقتم. بفرمایین دیگه، منتظرتون هستن امین خانم. چه عجله‌ای دخترم، یعنی عظیم خانم رو تازه دیدم. بذار یه دو کلمه با هم دیگه اختلاط کنیم، مگه نه خانم محترم؟ بله حتما، با کمال میل. بفرمایین. 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 خیلی معذرت میخوام، ببخشید. موات خیلی خوبه، روغن بادام میزنی؟ نه، شما کی هستین؟ در از شما کی هستین؟ وایسین، نمیخواد بگین، رئیس هستین، سریع فهمیدم. به خاطر استایل وایسادنتون، چشمای مصمم و نگاه های چیز. بله، ولی شما خب فرض کنین یه فرشته که میخواد آرزوتون رو برآورده کنه. فهمیدم. اگه برای فیلم برداری اومدین، استودیو طبقه پایینه، اونجا بچه ها کمکتون میکنن. وایسین، در اصل من با شما کار دارم، جنس موهاتون خیلی خوبه، ولی خیلی خوب اصلاح نشده. مدلای دیگر رو نمیخواین امتحان کنین ها؟ جلاشو بدم بالا تا شیکتر دیده بشین. شایدم بدیمش پایین. انگار موجهاتون مصنوعیه، ولی خیلی بهتون میاد. آقا موجه های من مصنوعی نیستن. نه خیر آقا، امکان نداره، اینا موجه نیستن، پیکان گلوله است. همچین موجهی وجود نداره، ترکان شورای هم همچین موجهی نداشت. ببینم، واقعا که خیلی عجیبه. ای خدا. وایس آقا یه لحظه صبر کن. ببینین آقا مراد، من کارتمو بهتون دادم، تو اولین فرصت حتما تشریف بیارین، موهاتونو بسپاریم به خودم. کامران خان، صد بار بهتون گفتم من همینطوری خوبم، برای همین ممنونم ازتون، خیلی خوشحال شدم. روز خوبی داشته باشین. بای بای. بفرمایید. آقا رو باش. در از شما بای بای. کلی کار دارین، اما نیم ساعته دارین فک میزنین. سارته منتظر کار آقای رئیس. من رفتم. خدای خودت صبر بده. کامران خون، شما اینجا چی کار میکنید؟ برای چی اومدیم اینجا؟ با آقا مراد در مورد چی حرف میزدی؟ حرف خصوصی بود، بعدش هم تلفن شما خاموشه. من به خاطر نجات شما اومدم اینجا. بوس من کو؟ چه بوسی؟ این چه حرفیه؟ چه نجات دادنی؟ اینجا چه خبره؟ خانوم، اینو جا گذاشته بودی؟ بوس موسو ول کنین، بیرون همدیگر رو میبوسیم، باید فوراً بریم بیرون، زود باشین. ابراهیم پسرم، تو میز حیاتو به هم نشون بده، خواهش میکنم. باشه، عجله کنین، تو را نشونتون میدم. میز حیات اینجاست. خیلی خوب، باشه، شماها برین، من خودم رو بهتون میرسونم. یعنی چیزی نگفت امین خانم؟ انگار کار ضروری پیش اومد. عجب، خیلی عجیبه. ولش کن پسر عزیزم، خوب شد منم تونستم شما رو اینجا با همدیگه ببینم. کار ضروری تو چی بود مامان بزرگ؟ این چه حرفیه پسرم، من چه کار ضروری میتونم داشته باشم؟ به هم نزدیکشیم ببینم اتون. آره همینجوری یکم دلم شاد شه. ماشالله ماشالله ماشالله. بعد از همه این مسائل، همسر خدا بیامرزم از اردو میاد استانبول. شما اصالتاً اردویی هستین؟ بله، حتی من خودم تو اردو به دنیا اومدم.
همه چی خوب و قشنگ بود، ولی این دیگه نشد. چرا خانوم متوجه نشدم؟ ما هم گیرسونی هستیم، الان حتما میفهمین. امین خانوم، مگه شما قطری نیستین؟ آره، ولی اصالتا گیرسونی هستیم، اینم که همه میدونن. ما از اردویی ها اصلا خوشمون نمیاد. در اصل اردویی ها از گیرسونی ها خوششون نمیاد. حالا هرچی، ما دلایل دیگه ای داریم که از اردویی ها خوشمون نمیاد، برای همین میگم. به چه دلایلی خانم؟ بگذاریم، بهتره که وارد این موضوع نشیم، کشش ندیم. شما هم دیگه خیلی دیرتون شده. خیلی خوب اومدم. یعنی ماشینتون اومده پایین منتظرتونه امینه خانم. خدا رو شکر. بگذاریم، هرچی باشه باید بزرگیمو نشون بدم، حداقل باید دستتون رو بگیرم. خانم کاش زحمت نمی کشیدین، اون بزرگی متعلق به منه، تا منم بهتون اینجوری جواب داده باشم و دستمو سمت شما دراز کنم. ای وای خطر، بیا از این طرف. ای وای، اون آقا کامران نیست، اگه حرفی بزنه چی؟ اون خیلی دهنه. کاری از دستمون بر نمیاد، فقط باید دعا کنیم.